مشهد سلام آقا، مشهد داشت خود چه داره؟ قبول باشه آقا، قبول باشه آقا، ما هم دعا کن یادت نره. اینا بچه اتاق سال 1393 در زمان دستگیری 32 سال داشت که بعد از برگزاری جشنی که به بهانه رسیدن اموالش به 40 میلیارد تومان برگزار کرده بود دستگیر شد. این جشن در حوالی کرج برگزار شد و نزدیک به 1 میلیارد تومان هزینه برگزاری اون شده بود. سرکرده باندی که در فعالیت‌های اون بسیاری از جرایم مانند ایجاد رعب و وحشت در میان مردم هم دیده می‌شد و ثروت هنگفتی از راه سوداگری مواد مخدر کسب کرده بود. او یک دهه در امر حمل و توزیع مواد مخدر فعالیت داشت و به گفته پلیس علاوه بر شناسایی چندین دستگاه خودروی لکسوس و جنسیس، یک قایق تفریحی لوکس هم بخشی از اموال این قاچاقچی بزرگ بود که در زمان دستگیریش در یکی از بنادر شمالی کشور پهلو گرفته بود. از او به عنوان سلطان کوکائین ایران یاد می شد که با بزرگترین کارتل های پخش کوکائین در ارتباط بوده. نامش حسین پنجک به سلطان کوکائین ایران معروف بود و یکی از بزرگترین و مخوفترین شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر کوکائین رو در پایتخت اداره می‌کرد. 2 کیلو کوکائین که گرفتم مال بغلیمه. کوکائین از کجا آوردین؟ ایشون میداد من نگهداری می‌کردم. ایشون میداد شما نگه می‌داشتین؟ شما دادین کوکائین بهش؟ چز سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. در سالهای اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر تونسته با متمرکز شدن بر باندهای بزرگ و رصدهای اطلاعاتی از اقدام قاچاقچیان حرفه‌ای ضرباتی رو به تعدادی از سرشبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر وارد کنه. مسئله که باعث شد در این سالها خبرهای متعددی از دستگیری سرکردگان و سرشبکه‌های باندهای مافیای مواد مخدر شنیده بشه. باندهایی که دامنه فعالیتشون نه تنها محدود به جغرافیای کشورمون نبود، بلکه در ابعاد بین‌المللی فعالیت می‌کردند و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای افغانستان به برخی از کشورهای منطقه رو رهبری می‌کردند. اما در این میان علی‌رغم انتشار اخبار دستگیری قاچاقچیان دانه درشتی که شناسایی و پیگیری اونها ماها، سالها یا حتی بعضن نزدیک به یک دهه در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به طول انجامیده بود، به این قاچاقچیان حرفه‌ای با وجود بهره‌گیری از انواع روش‌ها برای مخفی موندنشون نهایتاً شناسایی و دستگیر شدند. اما حداقل در رسانه‌ها خبری از اجرای حکم مجازات اونها منتشر نمی‌شد. حسین پنجک معروف به سلطان کوکائین و سرکرده این باند مواد مخدر معروف به پنجک، متولد سال 1361 در تهران بود که در سال 1393 به علت توزیع کوکائین دستگیر شد. پنجک برخلاف برخی از قاچاقچیان بزرگ و در عین حال گمنام مواد مخدر بعد از دستگیری حسابی سوژه رسانه‌ها بود. شاید یکی از دلایل این ماجرا نوع مواد مخدری بود که تخصص وی بود. کوکائین ماده‌ای که در ایران کمتر استفاده می‌شد و قیمت بالای اون باعث شده تا مشتریان خاصی داشته باشه و نهایتاً لقب سلطان کوکائین به اون اختصاص یافت. حسین پنجک که یک مافیای کوکائین در پایتخت راه انداخته بود، نه تنها رعب و وحشت بسیاری رو برای همسایگان ایجاد کرده بود، مخصوصاً خانه فسادش که جرایم بسیاری در اون اتفاق می‌افتاد، همسایه‌ها و مردم رو آسی کرده بود. پلیس بعد از دستگیری سرکرده این باند اون رو در محل زندگیش چرخوند و این باعث خوشنودی و آرامش تمامی اونها شد. اردیبهشت سال 93 بود که سردار معیدی رئیس وقت پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستگیری 6 نفر از اعضای این باند توزیع مواد مخدر معروف به پنجک خبر داد. این باند که به توزیع مواد مخدر کوکائین مشغول بودند با عملیات به موقع پلیس و شناسایی قبلی اعضا و سرکرده اون دستگیر شدند. در زمان دستگیری 2 کیلو کوکائین از اونها کشف میشه. اعضای این باند 6 نفر بودند که بعضی از اونها رابطه ی خویشاوندی داشتند که مرتبطان نیز در تعقیب پلیس قرار داشتند. 17 مورد سوء سابقه امنیتی و از جمله خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر، ایجاد مزاحمت و خشونت برای مردم، پارتی‌های فساد و فحشا و غیره از جمله مواردی بود که در پرونده این افراد دیده میشد. در زمان دستگیری حسین پنجک 21 تن انواع مواد مخدر و اموال بسیاری از جمله چک 200 میلیارد تومانی کشف میشه.
علاوه بر این مشخص شد که این افراد دارای اموال زیادی نه تنها در داخل بلکه در کشورهای دیگه هم بودند و املاکی را در این کشورها خریداری کرده بودند. گستردگی و پیچیدگی فعالیت این قاچاقچی گمنام به اندازه‌ای بود که در لحظه دستگیری وی 50 خط فعال موبایل همراه وی بوده. فردی که به گفته سردار معیدی در تحقیقات بعدی مشخص شد که علاوه بر ترانزیت مواد مخدر در قاچاق اسلحه در کشورهای مختلف منطقه نیز فعال بوده. اما علیرغم همه پرونده های قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر که به شدت مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود، در 26 مهر 1395 رئیس دادگستری استان البرز از پرونده بزرگی خبر داد که نه تنها از نظر حجم بالای مواد مخدر ترانزیت شده توسط سرشبکه منهدم شده، بلکه ابعاد بین المللی گسترده اون هم حائز اهمیت بود. پرونده‌ای که به گفته وی بازداشت عوامل دخیل در اون 10 سال به طول انجامیده بود. این فرد که شاید بزرگترین و گمنامترین قاچاقچی مواد مخدر بود در کشورهای امارات، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ونزوئلا، ترکیه و تایلند دارای شبکه گسترده توزیع و ترانزیت مواد مخدر بوده و بر اساس برآوردهای اطلاعاتی سالانه 100 تن مواد مخدر رو در مدت زمانی نزدیک به 10 سال جابجا کرده بود، یعنی چیزی در حدود 1000 تن مواد مخدر کوکائین. اون هم پسر 32 ساله که بعد از برگزاری جشنی که به بهانه رسیدن اموالش به بیش از 40 میلیارد تومان بود دستگیر شد و در اون جشنی که در حوالی کرج برگزار شده بود نزدیک به 1 میلیارد تومان هزینه کرده بود. حسین پنجک، سلطان کوکائین که بیش از 17 سابقه دستگیری قبلی در کارنامش داشت، اقدام به تشکیل مافیای کوکائین در پایتخت کرده بود. این در حالی بود که با دستگیری وی این مافیا همچنان به کارشون ادامه میدادند تا اینکه بعد از حدود 20 ماه پلیس مبارزه با مواد مخدر برادر وی رو هم که جانشین وی شده بود دستگیر میکنه. بعد از دستگیری وی بود که با اعلام خبر دستگیری برادر سلطان کوکائین از دستگاه قضایی خواسته شده بود تا به وضعیت خانواده حسین پنجک رسیدگی کنند. پرونده از این لحاظ حائز اهمیت بود که با سایر اتباع خارج از کشور در ارتباط بودند. گستره فعالیت اونها صرفاً تهران نبود و در شهرهای همجوار پایتخت هم فعالیت داشتند. سوء سابقه قابل توجهی که سرکرده باند و بستگانش داشتند باعث خشونت و رعب و وحشتی که در مردم به وجود اومده بود، تلاش پلیس آگاهی رو دوچندان کرده بود. در نهایت حکم اعدام 3 نفر از اعضای این باند بعد از تایید در دیوان عالی کشور صبح روز 20 اردیبهشت 1400 اجرا شد تا پرونده حسین پنجک، سلطان کوکائین ایران، برای همیشه بسته بشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.